خوشبختانه آقای زلال ایروی را من اینجا پیدا کردیم، حتما خسته و پسته میخرن برای روز عید و نام خدا چی شیکم زدن، لباس بسیار قشنگ مثل همیشه پوشیدن. ببینیم که آقای زلال عزیز برای عیدی ما و شما چی دارن. تشکر نذیر جان از لطف و مهربانی شما. ما یک پارچی به تحت عنوان مداخلات پاکستان راجع به حلول عید سعید فطر نوشته کردیم، دروز میشه اینه به شما بجارم. بله امور خو عیدی گویا برای وطنداراست، شما توقع دارد؟ میخوام بفرمایید. عید فطر آمد بگو در خانه افغان میا، عید فطر آمد بگو در خانه افغان میا، بیدیاران ما در کلبه ویران میا، نه وطن داریم نه کاشانه و نه مسکنی، میهمان در خانه های بی سر و سامان میا، ما فرار و مادر میهن ز ما خوشنود نیست، ما فرار و مادر میهن زمان خوشنود نیست، بر تبریکی عید ناجوان مردان میا. مردم اغیار بر میهن به نوی چیره شد، ماتم محض است گویی عید مظلومان میا. ما به استقلال میهن کشته ها دادیم بس، ما به استقلال میهن کشته ها دادیم بس، چودری هوش دار با ما داخل میدان میا. درس عبرت از شکست روس گیر و انگلیس، درس عبرت از شکست روس گیر و انگلیس، پن به زیر لب نگاه کن جانب افغان میا، بشکند پایت ززانو همچو فوج انگلیس، بشکند پایت ززانو همچو فوز انگلیس، در دیار شیرمرد قاضی محمد جان میا. شاه محمود و وزیر اکبر بخوابن حسرتا، شاه محمود و وزیر اکبر بخوابن حسرتا، ورنی می گفتن هندوزاده بی پرسان میا. عمر خدر خواهی و آب بقای زندگی، عمر خدر خواهی و آب بقای زندگی، تا ننوشی از زلال چشمه پغمان میا. با امید موفقیت شما و همه دستندرکاران شعر و ادب، حلول عید سعید فطر را به همه مسلمانان جوان و مخصوصا وطندارای افغان ما از صمیم قلب تبریک و تهنیت میگم. و سر گلایه گفتیم، گفته نیا و عید نامده، یعنی هیچ امیدواری برای آینده نیست از دسته تبعکاری های پاکستان؟ من سر از او چی کنم، چرا این تقریبا 20 سال که ما را تخریب میکنه و تخریب نهایی، و ما دشمن دیرینی ما فقط اینمی پاکستان است.